الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در این شهر پرخیر که نزدیک به چهار قرن بالاترین و برترین خدمت رو به فرهنگ پاک اهل بیت داشت، صدها کتاب مفید علمی نوشته شد. یکی از اون کتابها کتاب روضات الجنات مرحوم آیت الله سید محمد باقر خونساری. کتاب 8 جلد زبان عربی هم نوشته شده. نوشته ای رو این کتاب از یکی از شاگردان مهم مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که 20 سال در محضر علامه مجلسی شاگردی کرده و خودش هم صاحب کتابهایی است به نام سید نعمت الله جزائری. ایشون نوشتن در مدت 20 سالی که من از دانش علامه مجلسی بهره می بردم همیشه درباره ایشون یک دغدغه خاطر داشتم، یه نگرانی داشتم، یه ناراحتی داشتم. ازم نمی اومد با خودش در میون بذارم، آخرشم در میون نذاشتم تا ایشون از دنیا رفت.
نگرانی و دغدغه من این بود که یه روحانی شیعه مثل مجلسی چرا زندگیش ساده نیست و این زندگی قابل توجهی و هر وقت هم میخواد از خونه بره بیرون برای مسجد برای درس 15 تا 20 تا روحانی و غیر روحانی دنبالش را میفتن. به قول ما با سلام و صلوات میبرنش، با سلام و صلوات برش میگردونن. این کارا چیه؟ چه نیازی هست برای ایشون؟ چرا تنها نمیاد بیرون، تنها نمیره مسجد، تنها بر نمیگرده؟ چرا زندگی گسترده است؟ چرا رفت آمد زیاده؟ اونی که بیشتر برای من نگرانی ایجاد میکرد این بود که سران دولت برای چی با ایشون رفت آمد خونش میان، احترام میکنن، دستشون میبوسن. نمیتونه به این دولتی ها بگه کاری به کار ما نداشته باشه. این نگرانی رو داشتم، این دغدغه رو داشتم. ایشون از دنیا رفت، مرگش برای من بسیار سنگین بود. نمیتونستم به خودم بقبولونم مرده. خیلی در مضیقه و فشار روحی قرار گرفت. هر مقدار ساعت آزادی که داشتم میومدم کنار قبرش، گریه میکردم، ناله میزدم، رنج میکشیدم. یه بار نشستنم طول کشید، خیلی گریه کرد. کنار قبر خوابم بود، این رو با قلم خودش نوشت. من خیلی اهل خواب نقل کردن نیستم، مگر با قواعدمون موافق باشه. چون خودم هم یکی دو تا خواب خیلی ناب دارم که زمینه باور خوابهای مثبت رو بیشتر به من داده. البته 90% خوابا رو من قبول ندارم. اما مطلقاً هم خواب رو نمیتونم رد کنم، چون قرآن مجید یک خواب از یوسف نقل میکنه، یک خواب از پادشاه مصر نقل میکنه.
یه خواب از ابراهیم نقل میکنه، یه خواب از رسول خدا. نه مطلق میشه رد کرد، نه مطلق میشه قبول کرد. ولی اونایی که با بیرون از خواب هماهنگی داره میشه قبول کرد. من طلبه قوم بودم، چهارده پونزه رو مونده بود به محرم، نزدیک زور دیدم در خونمونو زدم، اومدم دم در، گفتن که رفیقت دیشب تهران خوابید و صبحم بلند نشد. از رفقای خیلی نزدیک بخوام از او تعریف بکنم، فقط باید بگم یک مؤمن واقعی، یک مؤمن مواظب، یه مؤمن خدا ترس. بچه هم نداشت. گفتن وصیت نامه‌شو در آوردی، وصیت کرده من در کاشان در قبرستان دشت افروز قبر دارم، منو ببرید اونجا. من دنبال جنازه اومدم کاش. چهار و پنج بعد از ظهر بود، مردشور مردشور خونه نبود، یه ده دوری یه کسی مرده بود رفته بود غسلش بدید. من به یکی از رفقای تهرانم گفتم بی مشغول شو غسلش بدید، افتخارم بود برام یکی از عباد خدا رو غسل بدیم، خودم غسلش دادم. کفن شد و عبردیمش کنار قبر، خیلی هم جمعیت، اما گریه خبری نبود، دختر نداشت، عروس نداشت، گریه کن زیادی نداشت، آروم بود قبرش. گذاشتمش تو قبر. یکی از کاسبای محترم کاشون بغل من وایساده، حالا میت تو قبر دارن لحد میچونه. این کاسب آهسته در گوش من که بغل دستی نفهمید گفت میدونی چرا صدای گریه نمیاد؟ گفتم نه. گفت چون این بچه نداره، اگه الان یکی دو تا دختر یه دو تا پسر داشت خاک قبرستان رو به فرقشون میریختن. تموش. چون چهارشنبه بود و من قوم درس نداشتم، از کاشون مستقیم برگشتم تهران، ازدواج نکرده بودم، خونه پدرم یه خونه بسیار قدیمی بود، دو طبقه، پله‌هاشم از این آجر، خطایای قدیمی. شب 17 ماه ذوالحجه که فردا شب عید قدیر بود،
من خواب دیدم در میزنم تو عالم خواب، بلند شدم اومدم سر پله ها تو خواب، نه تو بیدار، که برم پایین برم در رو باز بکنم، دیدم پرده ای که دم در آویخته بود کنار رفت و اونی که من غسلش داده بودم وارد حیات. من بالا وایستادم اون پایین پله ها، گفتم حاج محمد آقا من تو نمردی؟ گفت چرا؟ من که دو روز مردم، خودت هم اومدی کاشون منو غسلم داد، خودم برت گردوندم. گفت نه، من اجازه گرفتم از عالم برزخ بیام پیش تو، دو تا مطلب بگم و بیارم، اجازه دارم. گفتم بگو. گوه یکی اومدم بهت بگم، اونی که کنار قبر من دهنشو گذاشت در گوشت گفت من بچه ندارم، من اینقدر مایه با خودم اووردم اینور که نیازی به بچه نداشت، به مال اون. و هم مطلب دوم، این بخچه زیر بغل منو میبینی؟ گفتم آره. گفت امروز یک دست لباس نوی قیمتی برام آوردن، من الان وقت ندارم کیفیت وضع ارواح رو در برزخ براتون از قرآن و روایات بگم. ماها رو که خدا قبول داره در عالم برزخ یه بدن لطیف بهمون میده شبیه این بدن، ولی سنگینی نداره. اگه خیلی بالا باشیم زندگی برزخی داریم، اگر خیلی بالا نباشیم خوابیم، قیامت بیدارمون میکنن، یه تو برزخ کاری به همون نده. خیلی بد باشیم، سوره مؤمن میگه هم شب برزخ هم روز برزخ آتش بهتون میدم. تو بدکاری معمولی باشیم باز خوابیم، کاریمون نده. حیات برزخی یا عذاب برزخی بستگی به گنجایش ما، ایمان ما، بیدینی ما داره. خیلی هم ما با اونجا فاصله نداریم، دو رو دیگه دفنمون میکنن و بدن که هیچ کاریش نداره. روح تو برزخ یا خواب یا با بدن لطیف دارای زندگی. این آدم از اونایی بود که بدن لطیف بهش داده بودن. گفت این بخچه رو میبینی زیر بغلم؟ گفتم بله. گفت فردا شب، شب 18 ذی‌الحجه، شب قدیر و ولایت امیر المؤمنینه، این لباس رو به من دادن، گفتن این لباس رو بپوش، فردا شب میخوایم ببریم پیش امیر المؤمنین. خواب به این صافی، به این درست، به این خوبی. ایشون میگه من کنار قبر مرحوم مجلسی خواب بودم، خواب سنگین.
دیدم که قبر مرحوم مجلسی باز شد، مجلسی اومد بیرون، روبروی من نشست، گفت 20 سال درباره من فکر نادرست داشتی، چرا نمیگفتی؟ من همون وقتی که من تو دنیا بودم بهم میگفتی، حلش میکردی، قانعت میکردی. حالا هم گوش بده قانعت کنم. من دیدم در این شهر اگه زاهدانه زندگی کنم روی دوتا گیلیم تو دوتا اتاق خشکی، بسیار محدود زندگی کنم. روزگارم روزگاری بود که تو چشم نمی رفت، ارزش برام قائل نبودن، حرفم در رو نداشت. من اون وضع و سوری و ظاهری بدون دلبستگی به وجود آوردم که هم ثروتمندان شهر، هم دولتیای شهر، که همه چی به چشمشونه نه به دلشون، منو بزرگ بگو که اگر حرفی زدم حرفمو قبول بکنن. من با این بزرگ نمایی هزاران درد مردم رو دوا کردم و مشکل مردم رو حل کردم، الانم دارم بهرشو میبرم. بله، من آدم متکبری نبودم، آدمی که به خودش بنازه نبودم، آدم فخر فروشی نبودم، آدم جاه فروشی نبودم. من تو اون لباس، تو اون خونه، تو اون عظمتی که ساخته بودم، عبد ضعیف ذلیل مسکین مستکین پروردگار عالم بودم. منو چه به اون زندگی؟ خب تو نسبت به من این دغدغه رو، نگرانی رو داشتی، تو دل خودت بارها گفتی چرا؟ میگفتی به من. این یه ورقه پرونده. بعد مرحوم جزائری میگه که به مجلسی گفتم، گفتم کیفیت مردنتون رو میتونیم برای من تعریف کنیم، چجوری مردی؟ این چگونه مردن؟ مردم یه شکل نمیمیرن، باید یه فرصتی باشه. البته من توی یکی از جلسات تهران 6 سال دارم مسئله مرگ رو میگم، تازه رسیدم به احتضار که وقت خروج از دنیا انسان به چه کیفیتی از دنیا میره. خیلی گذرا از قرآن مجید براتون بگم. یه عده‌ای در حال رفتنن، یعنی گوشا دیگه داره سنگین میشه، چشما داره دیگه نگاهش به اون طرف میفته، قلب دیگه داره سوسو میزنه. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینایی که گفتن پروردگار ما خداست و پای خدا وایساد،
نه دزدان هوایی با ماهواره هاشون اینا رو تونستن من بدزدن، نه دزدان زمینی و نه اسکناس و نه شهوات. قالوا ربنا الله ثم استقام. زمان هر چی میخواد باش، هر شکلی میخواد باش. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. من وقت مردنشون فرشتگان رو نازل میکنم، دو مطلب بهشون بگم. یک، از رفتن به این سفر ابدا نترس، لا تخاف ولا تحزن، اصلا اندوه و غصه هم نداشته باش. و ابشروا بالجنت التي کنتم بها توعدون، نحن اولیاؤكم، ما فرشتگان رحمت عاشقان شما این فی دنیا و الاخره. نه تنهاییم که بترسیم و نه دست خالی، چون بهشت رو میخوان بهتون بدن، نه جای ترس نه جای قصد. این یه نوع مردن. یه نوع مردن هم این، این در متن قرآنه. قبل از این که ملک الموت جانشون رو بگیره، فرشتگان من به روی بدن و پشت بدنشون از تازیانه های جهنم میکوبن که نه دردشو کسی در این عالم دیده نه رنجشو. بعد جانشونو میگیرن. اما ما نمیبینیم. خب ما نبینیم. مگه ما نبینیم دلیل بر اینه که نیست؟ قرآن؟ گفتم استاد کیفیت مرگ تو میگی برو من؟ خوبم. گفت تو همین خونه ای که زندگی میکردم و میمومدی 27 ماه رمضان از نوک سر تا نوک پام دوچار دردی شده بود که تحملش رو دیگه نداشت، اصلا تحمل نداشت. درد بسیار شدید، نماز رو بعد منبر بخون. درد بسیار شدید، تحملم هم تمام. خب یه پیرمرد 70 ساله با این بدنی که چند وقت مریض و تو بست داره، معلومه که تحمل درد رو نمیتونه داشته باشه. گویا یه مرتبه دیدم پایین پام یه جوانی که من در این 73 ساله زیباتر از او، با ادبتر از او ندیده. مرحوم فیض نقل میکنه تو کتاب بسیار پرقیمت شافی و وافی و محجت البیضاج، ابراهیم خلیل الرحمن پدر همه انبیا بعد خودش، نشسته بود ملک الموت اومد گفت میخوایی ببری منو؟ گفت نه، اومدم دیدم. ابراهیم قهرمان قهرمانان ایمان و توحید بوده. خدا تو قرآن میگه نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. گفت ملک الموت جان همه رو یه جور میگیری؟ گفت نه.
با همین شکلت بالا سر همه میای گونم. گفت بدان عالمو که میخوای جونشونو بگیری به چه شکلی میای؟ گفت طاقت دیدنشون نداری. بلش ابراهیم، این روح عظیم، گفت چی کار بیرون؟ نمیخواد بیرون. اصرار کرد، گفتش که رو تو برگرد. ابراهیم روشو برگرد، گفت حالا منو نگاه کن. امام صادق میگه تا ابراهیم سرشو برگردون تموم قد ملک الموتو ندید قش کرد اتر به هوششو بود، دوباره به شکل اصلی خودش شد. گاله چجوری بالا سر مردم مؤمن میری؟ تو سرتو برگردون حالا نگام کن. ابراهیم دید عجب قیافه، عجب چهره. به ملک الموت گفت بدان عالم که قیافه تو رو میبینن بازم عذابشون میکنن. گفت چطور؟ گفت برای این که دیدن تو برای جریمه کل گناهانشون بست. ولی این اولشه. و برای مؤمنین عالم به پاداش ایمان و عملشون تماشای چهره تو دست میشون. گفت سید نعمت الله، اینی که پایین پام دیدم ایستاده بود اصلا زیباتر از او رو ندیده. اینقدر با محبت به من گفتش که ملا محمد باقر چته؟ گفتم آقا تمام سراپای من تو فشار درد. گون نشست، دست کشید رو پام تا زانون اومد. گفت درد داری؟ گفتم نه به خدا. سبک شدم، راحت شدم، اما از زانو به بالام درد هست. گفت مشکلی نیست. دست کشید تا گلوم. گفت درد داری؟ گفتم نه. گفت دست کشید به صورتم، من دیدم که هر کی تو اتاقه داره میزنه تو سرش، داره گریه میکنه، داره ناله میزنه. بعد دیدم تابوت رو بردم، دیدم مردم اصفهان جمع شدن، جنازه منو بردن، غسل دادن، کفن کردن. من بعد مردنم فهمیدم که اون جوان ملک الموت بود. من از جون دادن رو نفهمیدم اصلا. این مرد الهی روایت مهمی از وجود مقدس حضرت هادی نقل میکنه. بخونم اون روایت رو، نیمه کاره میمونه قطعا. شما مهلت بدین، اجازه بدین متن فردا شب اگر خدا بخواد خونده بشه، توضیح داده بشه. صحبت مرگ و احتضار و جان دادن و برزخ پیش اومد. بهترین رفیق ما برای درد دل کردن خداست. خیر و رفیق، بهترین رفیق، اونی که به همه درد دلای ما گوش میده اونه.
اونی که میتونه تمام گره ها رو از زندگی ما باز بکنه اوست. با او حرف بزن، سبک میشه، راحت میشه. به خودش قسم یه خوده که باهاش آدم حرف میزنه، درد دل میکنه، راز و نیاز میکنه، اشکش میریزه، از جا بلند نشده به خودش قسم اون